سفر تجدید رابط واشنگتن کابل همراه خواهد بود با توجه به قرارداد استراتژیکی که جناب آقای مرادیان مطرح کردند و تجدید بازنگری به مو قرارداد 2005. هنوز بحث استقلال افغانستان زیر سوال است. رئیس جمهور هم جدا نقطه نظر را مطرح میکنه و علاقات سیاسی افغانستان هم این بحث استقلال چقدر تجدید خواهد شد؟ چقدر آمریکایی ها معتقد به این خواهد شدن که به رسمیت برسونه شما؟ جناب فیاسی، نمیتی امروز شما را زیاد دلچسب احساس میکنم. حرفی را که باید میگفتم امروز میگم. من باور دارم که در سیاست حرف اول آخر وجود نداره در دیپلماسی. در حرف، در سیاست، در دیپلماسی هر لحظه و هر امکان تجدید نظر میشه. بازنگری میشه و گذشت میشه. حتی سرش تلیپا کشیده میشه. صحبت هایی را که آقای کرزی دهی آخر به نام استقلال طلبی، آزادی و جستن از زیر اسارت ریوخ کرده زیادتر از دیدگاه من صحبت های شخصی بوده. دیدگاه مردم افغانستان نکنه استقلال باشن. دیدگاه مردم افغانستانی است که مردم افغانستان در شرایطی موجود با یک همکار، با یک همکاری نیرومند با قوت چه نقطه شخصی فرض میکنم از نگاه سیاسی اقتصادی امنیتی ضرورت دارد که او ایالات متحده امریکا هست. اما اون چه دیدگاه هایی که آقای کرزی مطرح کرده فقط دیدگاه های شخصی بوده، آنی بوده و هیچگاه فوج مردم افغانستان از زمانی که رئیس پشتیبانی نکرد، رئیس جمهور پشت مایک رسانه ها قرار بگیره فکر میکنه که دیدگاه شخصی رئیس جمهور؟ رئیس جمهور باید خود مطلق اعلان اساس نکنه. دیدگاه ارزش ها و ضرورت های مردم افغانستان مد نظر بگیره حرف بزنه. من باور دارم که رئیس جمهور به این نتیجه رسیده که در سیاست های را که قبلا حرکات های را که ما پشت مد میکنیم به یک بازنگری جدی ضرورت است. اون چرا که شما در مورد استقلال مستقل بخیر ببینید، ما اختصار وقتی که ما استقلال سیاسی نداشته باشیم، استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی نداشته باشیم، استقلال امنیتی نداشته باشیم، محتاج باشیم با دیگران، خود محتاجی استقلالیت ها را زیر سوال می‌بره. ما باید در شرایط موجود همگرایی ها را طوری رشد کنیم تا برسیم همه جانبه، یعنی خودکفا شیم با استقلال امنیتی، با استقلال سیاسی، با استقلال چند نکته جدی جناب آقای سیدی مطرح هست در اینجا. 8 سال از حضور غول ناتو در افغانستان میگذره، هنوز هم وضعیت امنیتی با گذشت هر روز بدتر شده میره. زمانی که بحث کامپاینای انتخاباتی ریاست جمهوری مطرح بود، بحث استقرار مخالفین مسلح در افغانستان در شمال بحث بسیار جدی بود. رئیس جمهور با تایید حرفای مقامات رده اول یا والی ها در اونجا گفتن که هلیکوپترهای ناشناخته خارجی مستقر میکنن مخالفین مسلح حکومت افغانستان. زمانی که رئیس جمهور میگه که ما خبر نداریم با افراد بلندپای ما پول و موتر زد و گلوله داده میشه، زمانی که رئیس جمهور میگه که خود خارجی ها که از یک طرف فشار میارن که حکومت افغانستان باید آری شود از مجموعه فساد یا خود از فساد خلاص بکنه، اما خودش در تعمیم فساد در افغانستان نقش داره، پس بحث بسیار جدی هست. اگر همکاری ها معنا میشه با این گونه مداخله ها، پس شما فکر نمیکنید که یک تجدید نظر در روابط آمریکایی ها یا مجمع غرب با افغانستان وجود خواهد داشت؟ یک تجدید نظر همه جانبه ضرورت است. از هر جای اشتباه که آدم برمیگرده پس هنوز وقت است. اول شما ببینید که طی 8 سالی که شما فرمودین، ما نه خارجی ها و نه ما توانستیم که امنیت بیاریم و نتوانستیم که یک حکومتی همه جانبه پاسخگو با ارزش های ملی در افغانستان ایجاد کنیم. مثلا من سوال به شما میگم، شما ببینید همین لحظه در مثلا در هرات، در نیمروز، در فرا به نوع پول ایران میچاله، سیاست های ایران مروج است. در جلال آباد، کنر، پکتیا، لغمان پول پاکستان میچاله، سیاست های ایران مطرح است. در مزار و سمت شمال ارزش های روسیه و کشورهای آسیای میانه مطرح است. با این سیاست ها حاکمیت حکومت مرکزی به نحو زیر سوال میره. این ارزش هایی که زمامداران و دستندرکاران سیاست ما باید توجه کنند، این بسیار خطرناک است. ما در حالتی قرار میگیریم که به سمت میره که برگشتنش بسیار به ما دشوار است. ما بدون یک دوستی استراتژیکی مطمئن که با اشاره ابروی همسایه های ماجراجوی ما حرکت نکنه در این منطقه، ما هرگز به پای خود استاده نمیتونیم و توانش نمیتونیم. آقای فیاض، من گفتم وقتی که ما اضافه تر از 500
بار یعنی 500-300 بودجه ما کفایت نمیکنه به اردوی ملی ما. ما چطور نان بخوریم، چطور معاش بدیم؟ ما بسیار امکانات محدود اقتصادی سیاسی فرنگی داریم، اما سیاسیونی که بسیار شعارهای اساساتی میتن، شعارهای بسیار اکتوری میتن، باید ارزش های ملی را درک کنن، ضرورت های عینی، تکرار می ضرورت های عینی و ذهنی جامعه خودم درک کنن. این نقطه های امیدی دیدگاه امریکایی را شما یک پرده شما مداریم، این مشخصا از کجا برگرفتش، از کجا است که ثابت بکنه که دیدگاه امریکایی اون چی خواست؟ اون چی که خانم نانسی پولیسی رئیس مجلس عمومی امریکا و امریکا دینجا آمده، به یقین اون چی که من میدانم، من باور دارم، آگاه هستم این است که آقای کرزی تیاره مخصوصی پشتش خواهد آمد و این شب به طرف امریکا حرکت خواهد کرد، در رأس یک هیئت خانم کلینتون مهماندارش خواهد بود، استقبال همه جانبه خواهد شد. سوالاتی که قابل تشویش است او است که زیادتر از طرف کنگرس یا سنای امریکا آقای کرزی با اون مواجه خواهد شد. به یقین دارم وزیرهایی که به این روزا روی پالیسی کار میکردن باید به این پاسخگویی آماده باشن، اما من فکر میکنم که کمک شده یوری شده آمدن این نانسی پولیسی که دیدگاه های سنای امریکا یا دیدگاه مجلس امریکا را به نوعی با آقای کرزی شریک کرده تا پیش از اینکه به میدان پشتی میره آمادگی داشته باشه. مشخصا نانسی پولیسی به خاطر نکته هایی را که جناب آقای سیدی مطرح کرد به کابل آمده و به موضوعات را مطرح خواهد کرد با مقامات حکومت افغانستان در خصوص، چه فکر میکنید که آمریکایی ها بیشتر از کدام حرکت های حکومت افغانستان تشویش دارند و خواستار کدام نکته ها هستند؟ آیا این نکته هایی را که جناب آقای سیدی مطرح کرد این نکته ها مشمول یعنی خواسته خواهد بود یا صرفا اون نکته های عمومی را شما مطرح کردید؟ ببینید در صحبت هایی که ما با دوستان امریکایی خود داشتیم در مورد رابطه، وقتی ما صحبت از رابطه استراتژیک میکنه باید حوزه های رابطه باید مشخص شد. ما در 5 موضوع مشخص صحبت خواهد شد در این سفر که امروز شروع خواهد شد و همچنین در ادامه جدید و